سیزان هستیم. در این ویدیو قصد داریم خبر درگذشت یکی از چهره‌های معروف سینما و تلویزیون ایران را براتون اعلام کنیم. اگر هنوز عضو کانال یوتیوب ما نیستید، لطفاً از همین قسمت روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و لطفاً زنگوله را فشار بدید و تا آخر ویدیو لطفاً همراه ما باشید. خانم صدیقه کیانفر، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، صبح امروز دوشنبه 5 خرداد ماه در منزل شخصی خود به علت ایست قلبی درگذشت. خانم صدیقه کیانفر کارش رو با رادیو از سال 1336 و قبل از انقلاب شروع کرده بود و به صورت گوینده و مجری در رادیو نفت آبادان فعالیتش رو آغاز کرده بود. خانم صدیقه کیانفر بعد از چند سال کار در رادیو و گویندگی وارد بازیگری شد و اولین تجربه خودش رو در فیلم سینمایی بحران انجام داد. خانم صدیقه کیانفر این هنرمند قدیمی قبل از انقلاب بعدها با درخششش در زمینه بازیگری در آثاری چون هامون و مجنون، آپارتمان شماره 13 نقش ایفا کرد. اما در ادامه ویدیو از ماجرای بستن به درخت خانم صدیقه کیانفر براتون میگیم. صدیقه کیانفر درباره درد دستش که تاکنون ادامه داشت گفته بود: در فیلم امیر و قوله چراغ جادو 4 ساعت مرا به درخت بستند و کتفهایم درد گرفت و الان نیز نتیجه آن را میکشم و تاندونهایم در ناحیه کتف مشکل پیدا کرده و این موضوع برای سال 79 بود که هیچ کمک مالی به خانم صدیقه کیانفر نشد. بعد از مراجعه به پزشک خدا رو شکر میکنم که مشکلم حل شد و دوباره فعالیت کردم. این صحبت‌های اخیر خانم صدیقه کیانفر بود. خانم صدیقه کیانفر علاوه بر گویندگی در شرکت نفت نیز کار می‌کرده و از کارمندان شرکت نفت آبادان بودند. در سال 39 به تهران مهاجرت کرده و انتقالی خود را از شرکت نفت به تهران می‌گیرند. خانم صدیقه کیانفر در اواخر عمرشون گلایه‌هایی هم از مسئولان و مدیران صدا و سیما و سینما داشتند. این بانوی هنرمند درباره وضعیت بیماری و یاد نکردن مسئولان و مدیران از او گفته بود که من چند ساله در یک ساختمانی بودم که 47 پله داشت و گاهی 4 دست و پا به خونه می‌رفتم و هیچ کس به دادم نمی‌رسید. خانم صدیقه کیانفر گفته بودن زمانی که در میوه ممنوعه بازی میکردم در بیمارستان بستری شدم، اما هیچ کدام از عوامل و بازیگران سراغم را نگرفتند. خانم صدیقه کیانفر که چندین سال قبل ازدواج کرده بودند متاسفانه هیچ فرزندی نداشتند، اما یک پسر خونده داشتند و فرزند پسر خالش را به فرزندی که قبول کرده بودند و بزرگ کرده بودند و یک نوه دختر به نام شهرزاد دارند. خانم صدیقه کیانفر در یکی از مصاحبه‌هاشون گفته بودن یک بار شنیدم گفته بودن که خانم کیانفر زیاد پول میگیره. تعجب کردم، چون من به هر قدر که پیشنهاد میدن قبول میکنم. من برای دلم و برای کارم کار میکنم. من نمیخوام که تجارت کنم. اگه میخواستم تجارت کنم برای پول چونه میزدم. مردم به من که میرسن میگن خانم کیانفر چرا بازی نمیکنی؟ من با جون و دلم و با همه وجودم بازی میکنم. ولی رادیو قدر من رو میدونه. این برایم خیلی ارزش داره. کارگردانهای رادیو نسبت به من خیلی محبت دارن و اگر نقشی باشه محاله که من رو خبر نکنند. اینم از آخرین مصاحبه های خانم صدیقه کیانفر بود که متاسفانه امروز فوت کردن. روحشون شاد و یادشون گرامی.